درود به یکایک شما دوستان خوب و گل و عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین. مهرزاد هستم. دوستان نازنینم، رفقای باحال، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی در خدمتتون هستم. اگر موافق باشید مطابق همیشه با هم به اتفاق بپردازیم به موضوع بسیار جالب و حتما کاملا عجیب. بگید امروز Keep it cordoned. I thought it was a tower at first. No, dude, that's way. That's UFO shit. دوستان، این تصاویری که دیدید مربوط میشه به تاریخ شب 29 ژوئیه سال 2022، یعنی حدود یه هفته پیش. در شب 29 ژوئیه سال 2022 در ساحل فلوریدا گروهی از مردم کاملا متعجب آسمون داشتن نگاه میکردن. تعجب اونها از چیزی بود که در آسمون در اون ساعت از شب میدیدن، یک شیئی با ساختاری کاملا عجیب که مدام تغییر رنگ و تغییر نور میداد. در اون شب هم ساکنین فلوریدا و هم توریستایی که به اون منطقه برای تفریح اومده بودند همگی مات و مبهوت تماشای این نور پردازی بسیار زیبا و عجیب شدند. اما این تنها باری نبودش که یک ساختار نورانی در آسمون تغییر شکل و تغییر نور میداد، بلکه در شب 12 ژانویه سال 2021، حدودای 15-16 ماه پیش، در همین شهر فلوریدا در منطقه هالیوود در طول یک شب افراد مختلف از سرتاسر منطقه هالیوود همگی اونها یک شیء بسیار عجیب و رنگارنگی رو در دل آسمون دیدن. از اون اتفاق چندین ویدیو ضبط شد. همینجور که مشخص نبود این UFO از کجا سر و کلش پیدا شده، همینجوری هم به ناگهان در دل آسمون ناپدید شد، محو شد، غیب شد. بار دیگه، این بار اما در 29 ژانویه سال 2021، یعنی چند روز بعد از این اتفاق، این بار دوباره در شهر هالیوود در فلوریدا، یه بار دیگه مردم نورهای رنگارنگ و کاملا عجیبی رو دیدن. شاهدان میگن که به نظر ما این نورافشانی یک جور پرتوهای انرژی بود که به سمت زمین از پس ابرها در حال تابیده شدن بود. با یک نظم خاصی این پرتوهای انرژی تغییر رنگ میدادند، گویی که هر رنگ مسئول پخش کردن نوعی انرژی به سطح زمینه. مدت هاست که مردم این منطقه از ایالات متحده آمریکا به دیدن این UFO های رنگارنگ و عجیب در آسمون عادت کردند. معلوم نیست چرا بیگانه های فرازمینی، اگر ما بپذیریم که این شی یک شی فرازمینیه، اون منطقه رو انتخاب کردن و در نقاط دیگه این قاره، یعنی قاره آمریکا، فعالیت های خودشون رو تکرار نمی کنن. این UFO سماله پوپوری به سطحت. دوستان، در شب 29 ژوئیه سال 2022، بوده یه هفته پیش، اتفاق بسیار عجیبی در آسمون نروژ رخ داد، اون هم در دل سیاهی شب. در ابتدا سه تکه از یک غلظت نورانی آسمون نروژ رو پر کرد، اون هم از بالای ابرها. کم کم، آهسته آهسته، اما اونها ناپدید شدن. این واقعه تصویربردار این ویدیو رو سخت متعجب کرد. تصویربردار اما ضبط ویدیو رو قطع نکرد و همچنان به ضبط این پدیده ادامه داد. چند ثانیه بعد
هنگامی که قصد داشت به داخل منزلش برگرده، به ناگهان متوجه تغییرات بسیار عجیبی در بالای ابرها شد. این نورهایی که از پس ابرها در حال تابیده شدنه با همدیگه تشکیل یک نیم دایره بزرگ نورانی رو در دل سیاهی شب در آسمون نروژ میدن. تصویربردار میگه که کاملا مطمئن هستم این یک پدیده زمینی نبود. این نورهای تبلیغاتی نیست که ما به روی ساختمونها و یا به روی ابرها میتابونیم. من خودم حرفم تبلیغاته. بارها و بارها نورهای تبلیغاتی رو آزمایش کردم. به هیچ وجه و به هیچ عنوان این نمیتونه کار یک انسان باشه، چون که هیچ رد نوری از زمین تا آسمون دیده نمیشد. اما در 16 جولای سال 2022 در ایالات متحده آمریکا، گروهی از مردم نیوجرسی، اونها هم در آسمون این نورها رو دیدن. برای مردمان نیوجرسی هم این اتفاق یک اتفاق نوظهور و کاملا جدید بود. تصویربرداری که این صحنه زیبا رو ثبت کرده میگه که به هیچ وجه این یک پدیده انسانی نبود. کاملا مشخص بود که یک هوش برتری پشت این اتفاق هست. این نورها از بالای ابرها در حال تابیده شدن بود. انگار که شخصی که داشت این نورها رو به این ابرها میتابون میخواست با ما انسانهای زمینی صحبت کنه. شایدم من دچار توهم شدم و همچین قصد و نیتی نداشته باشه، اما من به عنوان یک انسان، همچنین خانواده و دوستانم، همگی به این نتیجه رسیدیم که اونها میخوان با ما صحبت کنن. شاید به یک نوعی دارن به ما مرس میدن، دارن به ما علامت میدن که توجه ما رو بیشتر به سمت خودشون جلب کنن. شاید واقعی یا اتفاق مهمی در راهه و اونها میخوان از طریق ارسال این نورها به ما پیام هشداری بدن. این نورها در منطقه متمرکز شده بودن، بعد به ناگهان خاموش میشدن، چند ثانیه بعد دوباره روشن میشدن. مادر بزرگ من که یک فرد مذهبیه، در اون نورها تصویر یک هیولا رو در ذهن خودش تصور کرد. دوستان، امروز میخوام با شما دوستان عزیزم این پدیده نورهای رقصان در آسمان رو مرور کنیم با کمک همدیگه. بلکه شاید بتونیم پرده از راز این ماجرا برداریم. شاید هم متوجه بشیم که آیا موجودات فرازمینی پیامی دارن برای ما ارسال میکنن. اگر پاسخ مثبته، این چه پیام مهمیه که اونها این همه در حال تلاش کردن برای رسوندن اون پیام به ما انسانها هستن. دوستان، تا به امروز از طریق ویدیوهای من و باقی دوستان یوفولوژیستم، شما با پدیده مرموز و بسیار عجیب حلقه های کشسار کاملا آشنا شدید. امروز میخوام در ارتباط با حلقه های آسمانی با شما صحبت کنم. حلقه های نوری که در دل آسمون ظاهر میشن. بسیاری از یوفولوژیست ها بر این عقیده و بر این باور هستن پیام های رمزی در دل این حلقه های نوری در آسمان برای ما انسان ها نوشته و نگاشته شده. تا پیش از این شاید این پدیده در آسمون کشورهای جهان به ندرت دیده می شد، یا شاید هم اصلا دیده نمی شد. اما در حال حاضر چیزی در حدود 2 الی 3 ساله که تعداد رویت این نورها در دل آسمون هر روز داره زیادتر می شه. بیشتر مردم توجهی به این نورها ندارن، چون یک پدیده کاملا نوظهور و جدیده. بنابراین به شما این قول رو من میدم که در بین جامعه فارسی زبانها شاید من نخستین کسی باشم که به این پدیده و به این اتفاق عجیب دارم میپردازم. پس منو تا به انتها حتما همراهی کنید. در 16 ژوئیه سال 2022
در جزایر کناری کشور اسپانیا شخصی به نام آقای آلخاندرو با دوربین موبایل خودش تصاویر بسیار عجیبی رو از آسمان جزایر کناری ثبت و ضبط کرد. آقای آلخاندرو میگه به قدری این اتفاق طولانی بود که وسطای اون من خسته شدم و رفتم خوابیدم. گویا تا خود صبح این نورهای رقصان در آسمان به حرکات منظم خودشون داشتند ادامه میدادند. آقای آلخاندرو میگه که در تمام طول عمرم همچین پدیده عجیبی رو در آسمون جزایر قناری ندیده بودم. آقای آلخاندرو میگه که برادر من معتقده که این شاید یک لیزره، شاید یه عده از جوانها دارن به آسمون لیزر میتابونن، ولی من باورم نمیشه این لیزر باشه. آخه چطور از ساعت 11 شب تا 6 صبح کسی میتونه انقدر بیکار باشه به آسمون لیزر بتابونه؟ اون هم لیزری که رد نورش از زمین به آسمون به هیچ وجه مشخص نیست. تا جایی که من با لیزر پوینت کار کردم و دیدم، لیزر پوینت به هر شکل که تابیده بشه رد نور اون تا به آسمون کاملا مشهوده و به راحتی میشه اون رو دید. همچنین پدیده لیزر پوینت یک نقطه متمرکز در روی ابرها رو ممکنه روشن کنه، در حالی که این پدیده به شکل لیزر پوینت نبود. 20 ژوئیه سال 2022، پامپلونا، اسپانیا. This weird light flashing in the clouds, and it has been for quite a while. Singapore. I decided to take this video down. I don't think this is something normal that we've seen. ژانویه سال 2021، آقای اسکات در کشور امریکا از این پدیده تصویر برداری کرد. نگاه کنید. There's huge lights in the sky just moving around. Like we don't know where they're coming from. منشأ و مبدأ این نورهای عجیب تا به امروز مشخص نشده، اما پدیده نورهای درخشان در پس ابرها پدیده جدیدی نیست، چرا که درست در روز 4 دسامبر سال 2020 بود که در کشور آرژانتین در روزاریو این پدیده یک بار دیگه مشاهده شد. علاقه‌مندان به مطالعه پدیده‌های فرازمینی و فراطبیعی پس از دیدن این دو اتفاق، اونها یاد واقعی بسیار عجیبی که در تاریخ 31 ژانویه سال 2019 در آسمان شهر لیما واقع در کشور پرو بود افتادند. در شب 31 ماه ژانویه سال 2019، یعنی درست 2 پیش، آقای خوان پاری نارس با موبایل خودش پدیده بسیار عجیبی رو از آسمان شهر لیما در کشور پرو ضبط کرد. همینطور که مشاهده می‌کنید، در آسمان ابری لیما نورهای بسیار عجیبی با سرعت در پشت ابرها حرکت می‌کنند.
در ماه‌های اخیر تعداد مشاهدات این پدیده روز به روز در حال افزایشه. گویا این توپ‌های کروی و این نورهای عجیب علاقه بسیار به ابرها دارند و همیشه در پشت ابرها خودشونو به مردم نشون میدن. این پدیده در آسمان سرتاسر کره زمین از آمریکا و اروپا گرفته تا به آسیا و استرالیا بارها و بارها دیده شده و توسط دوربین‌های مختلفی ثبت و ضبط شده. در 5 دسامبر سال 2020 در شمال شرقی مسکو یک بار دیگه این پدیده دیده شد. در 22 دسامبر سال 2020 هم توریست هایی که در ایران مشغول به گردشگری بودند پدیده عجیبی رو در میون آسمون ابری کشور ایران ثبت و ضبط کردند. نگاه کنید. هنوز هیچ کس به درستی نمیدونه این نورها از کجا اومدند و هدفشون از این رقصی که در آسمون انجام میدن چه چیزیه. دوستان، در بیشتر کشورهای جهان رؤیت این نورهای رنگارنگ در آسمان گزارش شده. گویا به نوعی این نورها هدفی دارند. گویا اونها میخوان با این حرکاتشون، با این رقصشون در آسمان پیامی رو به ما منتقل کنند. در بعضی از نقاط جهان مانند انگلستان رؤیت این نورهای رنگارنگ آسمان با صدا همراه بوده. بعید نیست که فرض کنیم شاید در گوشه ای از این کهکشان پهناور تمدنی یا شخصی یا قوم و ملتی میخواد پیامی رو به ما انتقال بده و شاید تنها خواسته اونها از ما اینه که به این نورها توجه بیشتری داشته باشیم. یکی از جدیدترین این رؤیت ها مربوط میشه به تاریخ 21 فوریه سال 2021. در شب 21 فوریه سال 2021 که برابر میشه با 3 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی در شهر ادینبورگ در اسکاتلند این نورهای رقصان و درخشان در آسمان دیده شدند. این تصاویر رو یک کاربر اینترنتی در اسکاتلند با نام لیل ضبط کرد. کاربری که این تصاویر رو ضبط کرده میگه که در مندلم به روی تخت دراز کشیده بودم و از پنجره اتاق آسمون رو نگاه میکردم. به ناگهان با این تصاویر زیبا و خیره کننده مواجه شدم. به قدری غرق در تماشای این تصاویر بودم که داشت همه چیز فراموشم میشد. ناگهان یادم افتاد که دوربین رو بردارم و از این تصویر برای دوستانم ضبط کنم. این بود که دوربین رو برداشتم و بیرون از خونه اومدم و از بیرون خونه این تصاویر رو ضبط کردم. این نورهای رنگارنگ و درخشان در زیر ابرها به صورت ریتمیک در حال رقصیدن و چرخش بودند. بعد از چند دقیقه که به اونها خیره شدم دیدم در این نوع از رقص این نورها پیامی نهفته. واقعا نمیدونم چه چیزی رو میخواستند به ما انتقال بدند، اما از حرکت ریتمیک اونها که هر چند دقیقه یک بار دوباره تکرار میشد یقین کردم که حتما میخوان یک پیام به ما بدند، اما چه پیامی نمیدونم.
همینطور که میبینی کاملا مشخصه که این نورها از بالای ابرها داره تابیده میشه و به هیچ وجه از زیر ابر و یا از زمین نیست. شاید براتون خیلی جالب باشه که خدمتتون بگم درست در همون شب 21 فوریه سال 2021 در شهر میلان در ایتالیا هم این پدیده نورهای رقصان در آسمان میلان هم دیده شده، درست از جنس همون نورهایی که در آسمان اسکاتلند دیده شد. دو چراغ نورانی مدام مسیر خودشون رو تغییر میدند و با تغییر جا و موقعیت خودشون سعی در ترسیم یک تصویر در آسمون دارند. این تصاویر رو هم یک کاربر دیگه اینترنتی ثبت و ضبط کرده. همینطور که میبینید در ابتدا دو نور درخشان در موقعیت روبروی هم ایستادند و درست هر دو در یک لحظه تغییر جهت میدن و تغییر شکل میدن. دوست عزیز، آیا به نظر تو هنوز هم اینها نورهای تبلیغاتی هستند که شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌ها به روی آسمون میتابونند؟ آیا هنوز هم شما باور داری که اینها نورهایی هستند که با نورافکن از زمین به ابرها تابیده میشه؟ در همون شب و درست در همون ساعت در گوشه دیگه از شهر میلان کاربر اینترنتی به نام جورجیو این تصاویر رو ثبت و ضبط کرده. با بررسی هر دو تصویر دو کشور ایتالیا و اسکاتلند میتونیم متوجه بشیم که هر دوی اینها از یک منبع داره فرستاده میشه و اون منبع سعی داره با این نوع از تصاویر پیامی رو به ما مردمان و ساکنان زمین انتقال بده. اما کار به اینجا تمام نشد. چند شب پیش از این ماجرا در 4 فوریه سال 2021 که برابر میشه با 16 بهمن ماه 1399 خورشیدی در شهر ولادیوستوک در روسیه هم این تصاویر از آسمان ولادیوستوک ثبت و ضبط شده. خواهش میکنم دقت کنید. بنا به گفته این کاربر اینترنتی تعداد 20 یا 30 تا از این چراغ‌ها از بالای ابرها به ناگهان شروع به تابیدن کردند. این کاربر روس اینترنتی میگه که کاملا متوجه بودم که این نورهای درخشان از جایی بالای ابرها داره تابیده میشه و به هیچ وجه متعلق به زمین و نورهای زمینی نیست. این کاربر اینترنتی همچنین میگه که خونه من بر فراز منطقه بلندی در شهر ولادیوستوک واقع شده. از اون نقطه من میتونم تمام شهر رو زیر پاهای خودم ببینم. تا به امروز حتی یک بار در کل زندگیم من پدیده‌ای به این شکل رو ندیده بودم که بتونه سر تا سر آسمون شهر ولادیوستوک رو تحت پوشش قرار بده. و باز هم این تنها موارد این سال نبود. هنگامی که کمی به عقب‌تر میریم درست در شب 6 ژانویه سال 2021 که برابر میشه با 17 دی ماه سال 1399 خورشیدی تعدادی از کارگران یک کارخانه شرابسازی در شهر کانیتیکت در ایالات متحده آمریکا این تصاویر رو از آسمون اون شهر ثبت و ضبط کردن. تعداد 14 تا از این نورهای درخشان سر تا سر منطقه رو پوشش داده بودند و به طور رقصان در آسمان مشغول به ترسیم یک تصویر بودند. کارگران اون شرابسازی همگی دست از کار کشیدند و برای دقایقی محو تماشای آسمون شده بودند. یکی از این کارگران می گفت در تمام طول عمر زندگیم همچین پدیده‌ای رو تا به امروز ندیده بودم. مطمئن هستم که قصد داشت چیزی رو به ما بگه اما متاسفانه من متوجه نشدم. یکی دیگه از کارگرای اون شرابسازی میگه که هنگامی که من مات و مبهوت تماشای اینها بودم تونستم تعداد اونها رو بشمارم. اونها 14 تا بودن و هر چند دقیقه یک بار
از یک مکان عبور می کردند و یک شکل خاص رو در آسمان ترسیم می کردند. اشکال هندسی که شاید من نتونستم درکشون کنم، اما مطمئن هستم قطعا این نورها می خواستند پیامی رو به ما انتقال بدند. منطقه‌ای که کارخونه شرابسازی ما واقع شده خارج از شهره. در این منطقه تا چشم کار میکنه بیابونه، پس نمیتونه کار انسان و یا موجودی زمینی باشه. من نورهای تبلیغاتی و بارها و بارها در آسمون ایالات متحده دیدم، اما جنس، نوع و شیوه حرکت اینها کاملا با اون نورها متفاوته. پیش از این هم در ماه سپتامبر سال 2017 این نورهای درخشان به صورت دایره‌ای در آسمان روسیه دیده شدند. در این تصاویر ما می‌بینیم که نورها به طور مداوم تغییر شکل می‌دهند. در نقطه‌ای نوری کوچک از داخل دایره به سمت دیگه‌ای از آسمون حرکت می‌کنه. 29 سپتامبر سال 2018 هم بار دیگه این نورها در آسمان شیکاگو در ایالات متحده آمریکا دیده شدند. در کشور هنگ کنگ هم مدیر عامل یک شرکت بزرگ هنگامی که داشت از پنجره خونش به بیرون نگاه می‌کرد این تصاویر رو از آسمون هنگ کنگ ضبط کرد. این مدیر در زیر این ویدیو این چنین نوشته که هنگامی که من این پدیده رو از آسمون کشور هنگ کنگ داشتم ضبط می‌کردم، فقط به یاد یک چیز افتادم و اون هم حلقه‌های مرموز کشتزار. به نظر من هر دوی اینها از یک منبع و یک واحد هستند، چون تصاویری که در آسمون ایجاد می‌کردند دقیقاً شبیه همدیگه بودند. در همون ماه و همون سال در لندن در انگلستان هم حداقل 3 تن این تصاویر رو از آسمان لندن ثبت و ضبط کردند. در یکی از این تصاویری که متعلق به آسمان لندنه ما موقعیت تصویربردار رو در جایی می‌بینیم که یک محوطه بسیار بزرگی رو پوشش میده. در این محوطه کاملا مشخصه که این نورها از زمین با آسمون تابیده نمیشه. در این منطقه ما میتونیم سر تا سر آسمون اون منطقه رو ببینیم. شاید کافی باشه در یک نما هر دوی این پدیده ها رو من خدمت شما نشون بدم. نورهای تبلیغاتی که از زمین به آسمون تابیده میشن و این نورهای مرموز و عجیب. خودتون نگاه کنید و قضاوت کنید. و شاید یکی از زیباترین این نورها مربوط میشه به تاریخ 11 آوریل سال 2020 در شهر مادرید در اسپانیا. با کمی جستجو در اینترنت میتونیم به راحتی متوجه بشیم که آسمان تمامی شهرها و کشورهای جهان این پدیده دیده شده، همینطور که در سال 2020 در آسمان کولومبیا دیده شد. در شب 15 آوریل سال 2020 این بار اما در آسمان بارسلونا در اسپانیا این نورها دیده شد. Dale la forma papi, uy negro, que es eso, huevón. Ay, no niño, se lo juro papi, eso real, huevón. اما یکی از مرموزترین این تصاویر مربوط میشه به شهر اوکراین در سال 2020. این بار به صورت کاملا پررنگ و واضح دایره‌ای در آسمان نمایان میشه.
به قدری این بار این پدیده دیده شد که مردم اوکراین در ابتدا فکر میکردن این یک نوع نمایش در آسمانه که از سمت دولت برای مردم تهیه شده. روزنامه ها روز بعد از این حلقه در روزنامه های خودشون سخن گفتند، اما هیچ کس، هیچ روحی، هیچ آژانس تبلیغاتی مسئولیت این نورها رو نپذیرفت. بار دیگه اما این بار در تاریخ 21 فوریه سال 2020 در انگلستان این نورهای آبی رنگ دیده شد و همچنین این بار در اکتبر سال 2019 در آسمان مکزیک و درست در همون دقایق در گوشه دیگر از اسپانیا این تصاویر ثبت و ضبط شده. سالها پیش از این در تاریخ 18 نوامبر سال 2015 هم در کشور سوئیس این پدیده در آسمان سوئیس مشاهده شده، اما یکی از قدیمی ترین این تصاویر مربوط میشه به تاریخ 23 اکتبر سال 2011 که برابر میشه با 1 آبان ماه سال 1390 خورشیدی در مسکو در کشور روسیه. در این شب تعدادی جوان برای خوشگذرانی به بیرون شهر مسکو رفته بودند که ناگهان در آسمون با پدیده بسیار عجیبی مواجه میشن. چراغ‌هایی که به رنگ سبز و قرمز در آسمون خودنمایی میکنن. تصاویر این پدیده به وسیله 2 موبایل ثبت و ضبط شده. Да бля, будет, да пидор будет, мое имя, ебать, слышь, тормози, какая-то прущая дрянь, блядь, слышь, блядь, ёбка, слышь, ебать. Бесьяр Хоблюстан. با هم دیگه این تصاویر زیبا و بدی رو دیدیم. تمامی اون چیزی که من در ارتباط با این تصاویر میدونستم از آرشیو خودم و سایت یوتیوب جمع‌آوری کردم و خدمت شما دوستان عزیزم نمایش دادم. نمیدونم هنوز قضاوت و داوری شما در ارتباط با این تصاویر و این پدیده چه چیزیه. آیا هنوز هم دوستانی هستند که اصرار داشته باشند اینها نورهای تبلیغاتیه و از زمین به آسمون تابیده شده؟ آیا هنوز هستند دوستانی که باور به این قضیه دارند که این پدیده نامش بلو بیمه؟ و شاید هنوز دوستانی باشند که این رو نوعی بارور کردن ابرها بدونند و یک کار علمی این قضیه رو بخوان جلوه بدن. دقیقا نمیدونم چه چیزی در ذهن شماست، اما تمامی این شواهدی که خدمت شما نشون دادم فقط یک چیز رو به ما اعلام میکنند و اون هم این که این نورها منشأ زمینی ندارن. من نمیدونم داوری شما چه چیزه، اما به نظر من و فقط به نظر من، این نظر منه، شاید غلط باشه، تمامی این شواهد و این مدارک نشان دهنده تنها یک چیزه و اون هم این که این پدیده جنبه زمینی نداره و کار ما انسان‌ها نیست. تا داوری و قضاوت شما درباره این پدیده و این نورها چه چیزی باشه، از اینکه منو تا پایان این کار و این اثر مانند همیشه همراهی کردید از شما بی نهایت سپاسگزارم و در انتظار پاسخ شما به پرسشی که مطرح کردم هستم. به نظر شما دوستان این نورها رو چه کسانی درست میکنند؟ هدفشون از نمایش این نورها در آسمان شهرهای مختلف کشورهای جهان چه چیزیه؟ آیا میخوان پیام خاصی رو به ما مخابره کنند؟ آیا میخوان وجود خودشون رو به ما اعلام کنند؟ اونها چه چیزی رو میخوان به ما بگن؟ در انتظار پاسخهای شما هستم. دوستدار یکایک شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد. Beneath the weeping wind.
Astral Citizens is home to unbiased and rare UFO news. Like and share this video and comment below. Click the thanks button below this video to show support. If you want to see more, make sure to follow us, join the free UFO social network app, and become a true citizen of the stars.